بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و وقت بخیری حضور یک و یک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز و زحمتکش، خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. شاگردان عزیز، به 22 جلسه از ریاضی صنف 8 قرار داریم. موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث ما میباشه ارتباط میگیره به فصل 8 کتاب، یعنی بحث معادلات، یعنی دقیقاً بحث معادلات انشاءالله رحمان در این جلسه مورد بحث قرار میده. خب شاگردان عزیز، پیش از اینکه وارد بحث معادله بشیم، خوبه که ما در شروع یا ابتدا مفهوم مساوات بفهمیم. مساوات چیه؟ اگر ما بیایم مساوات تعریف کنیم، خود مساوات تعریف کنیم، به این شکل تعریف میکنیم که اگر دو افاده الجبری یک قسم قیمت عددی داشته باشد، اگر دو افاده الجبری یک قسم قیمت عددی داشته باشند، پس گفته میتوانیم که این دو افاده چیه؟ با هم مساویان. و افاده های نامبرده یک مساوات را چکار میکنه؟ تشکیل میده. پس اگر دو افاده الجبری داشته باشیم، فرض کنیم به می شکل یک افاده نام باشه ا باشه، خب وقتی ا نام باشه مساوی باشه به چی؟ مساوی باشه به 2a مثبت b. یک افاده دیگه هم داشته باشیم نام باشه b، مساوی باشه به 2a مثبت b. خب زمانی میگیم بحث مساوات مطرح میشه که قیمت ا و b یا ا و b دو افاده دارا یک قیمت عددی داشته باشه، یعنی ا مساوی به b، زمانی گفته میشه که حاصل از اینا که دو ا مثبت b مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به افاده که به b وجود داره، یعنی دو ا مثبت b. پس مساوات تعریف همین شد که دو افاده الجبری که عین قیمت عددی داشته باشه به نام چی یاد میکنیم؟ به نام مساوات یاد میکنیم. شاگردان عزیز، به صورت عموم دو نوع مساوات عمومیت داره. یعنی اگر ما بیایم مساوات تقسیم بندی کنیم، دقیقاً مساوات به این شکل میگیم که ما دو نوع مساوات داریم. یک نوع مساوات داریم که به نام مساوات شرطیه یا معادلات گفته میشه، که دقیقاً بحث امروز مونه بحث معادلات یا مساوات شرطی هم گفته میشه. و یک نوع مساوات داریم به نام مطابقت، به نام مطابقت ها، که ما در فصل گذشته در ارتباط با مطابقت ها کامل خوانده، یعنی در فصل 7 کتاب بحث مطابقت ها بود که انشاءالله ما مطالعه کردیم، ولی فصل 8 کتاب ما ارتباط میگیره به بحث چی؟ به بحث معادلات. خب این مطابقت ها رو به نام چی؟ به نام عینیت ها میگن، و معادلات به نام مساوات شرطی هم گفته میشه. خب بیایم معادله رو تعریف کنیم که خود معادله یا چی مفهوم داره و یا چی معنی داره. پس بحث ما بحث معادلاته، بحث معادلات یا معادله. خب اگر خواسته باشیم معادله رو تعریف کنیم، به این شکل تعریف میکنیم که آن مساواتی است که معادله آن مساواتی است که به بعضی از قیمت‌های مجهول هر دو طرف مساوی می‌گردد. اگر شما بیاد شما باشه، ما در فصل گذشته مطابقت به این شکل تعریف کردیم که مساواتیه که به تمام قیمت‌ها یا به هر قیمت دو طرف مساوات چی میشه؟ مساوی میشه. ولی در بحث معادله که میگیم تعریف میکنیم، میگیم معادله به مساوات گفته میشه که به بعضی از قیمت‌های مجهول دو طرف چی میشه؟ مساوی میشه. فرض کنیم ما داریم 3x مثبت 5 مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به 11. خب همین 3x مثبت 5 با کدام قیمت x حاصل ما دو طرف ما مساوی میشه؟ دقیقا زمانی که ما x رو 2 بیاییم وضع کنیم، 3 ضرب 2 6، 6 تا با 5 جمع کنیم میشه 11. فقط با 2 میتونیم ما این معادله خودشکا کنیم، تشکیل بدیم. و یا به این شکل اگر داشته باشیم x منفی 4 مساوی میشه به 8. خب یک معادله هست. خب این معادله که ما میایم در نظر میگیریم، قیمت x به از اینجا ما چند بگیریم که 4 از آن کم کنیم مساوی به 8 میشه؟ دقیقا 12.
پس بحث معادله که مطرح میشه میگیم به مساوات گفته میشه که به بعضی از قیمت ها غیر از 12 مهر هر عدد که اینجا وضع کنیم مساوات برقرار نمیشه. خب داریم بحثی خواص مساوات. پس خواص مساوات بیاییم که در مساوات چی خواصی وجود داره. خواص مساوات شاگردان عزیز در بحث خواص مساوات نکاتی در نظر میگیریم که اگر ما بیاییم به طور مثال دو طرف مساوات با عدد جمع کنیم یا از دو طرف مساوات عدد کم کنیم یا دو طرف مساوات به عدد ضرب کنیم و یا تقسیم کنیم و یا به توان برسانیم و یا دقیقا بیاییم چکا کنیم جذر بگیریم چی تغییرات در مساوات ما وارد میشه؟ بحثی که ما در چی؟ در بحث خواص مساوات مطالعه میکنیم. خب نکته اولی ما اینه که هر که دو طرف مساوات رو با عدد جمع نماییم و یا از دو طرف مساوات عدد را کم کنیم در مساوات کدام تغییر وارد نمی شود. فرض کنیم ما مساوات داریم 8 مساوی می شود 8. اگر دو طرف این مساوات خو بیاییم به عدد جمع کنیم فرض کنیم این طرف ما مساوات 8 با 2 دل بخواه بشه دو جمع میکنم این سمت را هم 8 با چی جمع میکنم با 2 فعلا دو اختیاریه. باز این شاید در بحث حل معادلات که کار میکنیم باز عددهایی در نظر میگیریم که باید با توجه به معادله داده میشه. خب 8 با 2 جمع کنیم میشه 10 8 با 2 جمع کنیم میشه 10 دیده میشه که اگر ما دو طرف مساوات به عدد جمع کردیم در مساوات ما تغییر وارد نشد. بازم ده مساوی به چی میشه؟ به ده میشه. خب و یا دو طرف مساوات بیایم عدد منفی کنیم فرض کنیم 8 مساوی به 8 میشه بیایم از 8 دور منفی کنیم از 8 چی منفی کنیم؟ دور منفی کنیم از 8 که 2 منفی کنیم میشه 6 از این سمت هم از 8 که 2 کم کنیم میشه 6 در نتیجه 6 مساوی با 6 ده. پس میگیم که اگر دو طرف مساوات عدد را ما بیایم کم کنیم از هر دو طرف در مساوات ما کدام تغییری وارد نمیشه. خب بحث دیگه ما بحث اینه که ما اگر بیایم دو طرف مساوات به عدد ضرب کنیم و یا دو طرف مساوات عدد بیایم چیکار کنیم تقسیم کنیم در مساوات ما بازم تغییری وارد نمیشه. فرض کنیم 8 مساوی به 8. خب ما گفتیم که بیایم عدد ضرب کنیم فرض کنیم میام 8 ترم ضرب 3 میکنم از این سمت هم 8 ترم ضرب 3 میکنم 8 سی 24 8 سی 24 بازم دیده میشه که 24 مساوی به چی میشه؟ مساوی به 24. پس اگر دو طرف مساوات به عدد ضرب هم کردیم در مساوات ما کدام تغییری وارد نمیشه و در نتیجه اگر بیم تقسیم کنیم 8 مساوی به 8 میام 8 ترم به فرض کنیم تقسیم یک عدد دل بخواه فلانه با بعدن با توجه معادلات ما میفهمیم که با چی تقسیم کنیم. خب با 4 فرض کنیم میام تقسیم میکنم مساوی میشه 8 با 4 تقسیم میکنم. خب هر عددی که باشه 8 با 4 تقسیم کنیم 2 8 با 4 تقسیم کنیم میشه 2 دیده میشه که بازم در مساوات ما کدام تغییری وارد نشد. خب همچنان در بحث مساوات اگر ما بیایم دو طرف مساوات به عین توان برسانیم و یا از دو طرف مساوات به عین قاعده جذر بگیریم بازم در مساوات ما کدام تغییری وارد نمیشه. فرض کنیم ما داریم 2 به 2 مساوی میشه به 2 از هر دو طرف مساوات میایم به توان میرسانیم فرض کنیم 2 به توان 4 2 به توان 4 2 به توان 4 ما در بحث رفع توان ها خواندیم که 2 به توان 4 یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 چند میشه 16. خب 2 به توان 4 16 دیده میشه که 16 مساوی به 16 پس دو طرف مساوات اگر به توان برسانیم در مساوات ما کدام تغییری وارد نمیشه و در نهایت دو طرف مساوات اگر جذر هم بگیریم همین ترتیبه فرض کنیم 16 مساوی میشه به 16 ما میایم از هر دو طرف به عین قاعده جذر میگیریم به عین قاعده چیکار میکنیم جذر میگیریم فرض کنیم قاعده از اینم 2 میگیرم از اینم چی میگیرم 2 میگیرم. خب جذر مربع 16 چند میشه 4
مساوی میشه، جذر مربع 16 میشه 4. دیده میشه اگر ما دو طرف مساوات به این قاعده جذر هم بگیریم، در مساوات ما کدام تغییری وارد نمیشه. خب بحثی داره من معادلات یک مجهوله درجه اول، معادلات یک مجهوله درجه اول. یک مجهوله درجه اول. خب معادلات یک مجهوله درجه اول تعریف اینا به این شکل که در هر معادله که تعداد مجهولان یک باشه، یعنی یک مجهول وجود داشته باشه و درجه اونو هم یک باشه، بنام معادلات یک مجهوله درجه اول یاد میشه. شکل عمومی معادلات یک مجهوله درجه اول AX مثبت B مساوی به صفره. دقیقا این شکل عمومی معادلات یک مجهوله درجه اوله، چون یک مجهول وجود داره X مجهوله و توانی هم یکه، از او خاطر میگه معادلات یک مجهوله درجه اول. و A و B هم بنام اعداد معلومه، A و B اعداد معلوم، X مجهول گفته میشه. خب برای حل معادلات یک مجهوله درجه اول چه کار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم معلوم و مجهول میکنیم. X مجهول گفته میشه و A و B هم معلومه، A و B معلوم. خب برای حل معادلات یک مجهوله درجه اول اصطلاحی بنام معلوم و مجهول داریم. معلوم و مجهول یعنی مجهول به یک سمت علامه مساوی باشه و معلوم و به سمت دیگه علامه مساوی باشه. خب بیایم همه عملی را اجرا کنیم. داریم AX مثبت B مساوی میشه به صفر. خب اگر مجهول به همی سمت نگاه داریم، AX مساوی مثبت بیر انتقال دیم به این طرف، چون معلومه این عدد معلومه، بیاییم بیاده. بیاد شما شاگردان عزیز در این قسمت یک نکته بسیار خوبی که در بحث معادلات وجود داره، البته ارتباط به خواص معادله میگیره. اگر دو طرف معادله ما بیاییم به عدد جمع کنیم یا منفی کنیم، در معادله تغییر وارد نمیشه. استران همین موضوع به این شکل بیان میکنن، عدد در از این سمت مساوات ببریم به سمت دیگه علامه تغییر بدیم، مثبت باشه منفی، منفی باشه مثبت. پس مثبت بی بیای به زیاده میشه منفی بی، با صفر هم که جمع شه خود منفی بی میشه. ما گفتیم اگر دو طرف مساوات به عدد تقسیم کنیم در مساوات تغییری وارد نمیشه. همیشه قسمتی که نوشته میشه میشه ضریب، این ضریب یاد داره نام داره. هر دو طرف مساوات رو همیشه با ضریب متحول یا به ضریب مجهول تقسیم میکنیم، یعنی ضریب مجهول ما چند ایه، پس به ا تقسیم میکنیم. A به A خط میخوره، در نتیجه X ما مساوی میشه به منفی B بر چند؟ منفی B بر A. این روش حل معادله دیگه این بحثه. ما در بحث معادلات خود همین مراحل طی میکنه تا قیمت مجهول چکار شه؟ دریافت شه. خب مثال داریم یا مثال های در ارتباط با معادله داریم. قیمت X را از معادلات زیر دریافت کنید. اولین معادله که ما داده شده به این شکل داده شده که 5x منفی 8 مساوی میشه به 3x مثبت 12. اولین کاری که میکنیم معلوم و مجهول. 5x مجهوله. خب این طرف معادله رو نگاه میکنیم، اگر مجهول داشتیم انتقال میدیم به این طرف، اگر نداشتیم نیازی دیگه به انتقال دادن نیه. خب 3x که انتقال بیم علامه نداره مثبت، به این سمت بیاییم منفی 3x مثل این میشه. 12 داریم به این سمت، 8 علامه منفی انتقال بدیم به این طرف میشه مثبت 8. در نتیجه چی حاصل میشه؟ از 5x که ما 3x کم کنیم 2x دیگه حاصل میشه مثل این به 12 با 8 جمع کنیم میشه 20. گفتیم اطراف همیشه با ضریب مجهول یعنی با ضریب x y با ضریب حروف انگلیسی تقسیم میکنه، دو به دو خط میخوره، در نتیجه چی میمونه؟ x مساوی میشه 20 که با دو تقسیم کنیم میشه 10. پس قیمت این معادله، قیمت x ما در این معادله چنده؟ 10. مثال بعدی به این شکل داده شده، شما قیمت y را از این معادله دریافت کنیم. 7 y منفی 12 مساوی میشه به منفی 3 y مثبت 18. معلوم مجهول 7y خود باشه،
منفی سوای انتقال دیم میتونم مثبت سوای مثل میشه 18 داریم منفی بی 12 انتقال دیم مثبت 12. خب 7 وای با سوای جمع کنیم میشه 10 وای مثل میشه 18 با 12 جمع کنیم میشه 30. میشه 30. اطراف همیشه گفتیم به ضریب مجهول تقسیم میکنیم، پس 10 به 10 خط میخوره، نتیجه وای مثل میشه به 30 تقسیم 10 میشه 3. اگر قابل تقسیم نباشه به شکل کسر می نویسیم. خب این شد مثال دومی. مثال سومی که در ارتباط به معادله داریم به این شکل ما داده شده که شما قیمت x را از معادله دریافت کنیم. خب معادله داده شده 5x منفی 2 بر 3 مساوی میشه به x منفی 4 بر 2. این معادله داده شده. شاگردان عزیز هر زمانی که به شکل کسر داشته باشیم، خوبه که ما بیاییم دو طرف مساوات بعدها رو ضرب کنیم که مخرج از بین بره. وقت یا بیاییم طرفین وسطین کنیم، هر حالت که شما راحته میتونیم همون حالت به سوال خوب کار کنیم، طرفین وسطین هم میشه، یا بیاییم دو طرف مساوات بعدها رو چکا کنیم ضرب کنیم. خب اگر ما بیام با استفاده از تناسب طرفین وسطین کنم به این شکل، 2 ضرب 5 میشه 10، 10x منفی 2 ضرب 2 میشه 4 مثل میشه 3 ضرب x 3x مثبت ضرب در منفی منفی 3 4 تا 12 تا. خب 10x خود باشه 3x انتقال دو میتونم میشه منفی 3x مثل میشه به منفی 12 داریم میسند منفی 8 منفی 4 انتقال دیم زیاد میشه مثبت 4. در نتیجه از 10x که ما 3x کم کنیم 7x، این هم 7x مثل میشه به چی؟ مثل میشه به از منفی 12 که ما 4 کم کنیم میشه منفی 8. اطراف به چی تقسیم میکنیم؟ به ضریب x. 7 به 7 خط میخوره، در نتیجه x ما مثل به منفی 8 بر چند؟ 8 بر 7. چون قابل اختصار نیه پس به همه حالت مینویسیم. خب بحثی دانه رابطه مستقل از مجهول. شاگردان عزیز رابطه مستقل از مجهول چیه؟ در رابطه مستقل از مجهول یا معادله حل نداره و یا معادله بی نهایت حل داره. یعنی زمانی که ما قیمت مجهول به دست میاریم اگر رابطه قابل قبول باشه معادله بی نهایت حل داره، یعنی تبدیل مطابقت میشه، و اگر قابل قبول نباشه معادله میگیم حل نداره. خب مثالی داریم در ارتباط به همین رابطه مستقل از مجهول به این شکل داده شده، 2 x منفی 5 مساوی میشه به، خب مثبت 6 تن داره، مثبت 6 مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به 2x مثبت. خب وقتی ما سوال رو نگاه میکنیم داخل قوس بعد افاده قبل از قوس به داخل قوس چکار کنیم؟ ضرب کنیم. 2 ضرب x میشه 2x منفی 2 ضرب 5 میشه 10. یعنی همین دور ما بیام آدم به x هم ضرب کردم به 5 هم، از خاصیت چی؟ توزیعی کار گرفتم. خب مثبت چند؟ مثبت 6 تری قسمت داریم، مثل این میشه به 2x مثبت 12. 2x خوده سوال یک کمی ساده تر میسازیم، منفی 10 و مثبت 6 میشه منفی 4، مثل این میشه به 2x مثبت چند؟ مثبت 12. خب 2x اینجگا داریم، مثبت 2x انتقال ده منفی 2x مساوی میشه 12 داریم به سمت مساوی، از 2x که 2x کم کنیم 0 مساوی میشه 12 با 4 جمع کنیم 16. خب این رابطه 0 مساوی به 16 قابل قبول نیه. وقتی قابل قبول نباشه میگیم معادله حل نداره. این معادله ما چی؟ معادله حل نداره. چرا؟ چون رابطه قابل قبول نشد. خب مثال بعدی داریم در ارتباط به همین موضوع، حل معادله، حل معادله 3x منفی 2 مثبت 10 مساوی میشه به 3x مثبت 4 شما دریافت کنیم. خب معلوم و مجهول میکنیم، سوال 3 ضرب x میشه 3x منفی 3 ضرب 2 میشه 6 مثبت 10 داریم مثل این میشه به 3x مثبت 4. خب 3x همین قسمت باشه، ما این 3x رو این طرف انتقال دهیم میشه منفی 3x، مثل این میشه به 4 داریم
منفی 6 تو مثبت 10 میشه مثبت 4. مثبت 4 انتقال متر میشه منفی 4. در نتیجه از 3x که 3x کم کنیم 0 مساوی میشه، از 4 هم 4 کم کنیم 0، 0 مساوی به 0. پس رابطه قابل چی شد؟ قابل قبول شد. وقتی رابطه قابل قبول باشه میگیم جواب از این معادله بی‌نهایت حل داره، یا این معادله که ما نوشته کردیم بی‌نهایت چه حل داره. خب شاگردان عزیز، بحث بعدی ما اینه که چگونه میتوانیم یک معادله را امتحان کنیم؟ چگونه ما میتوانیم یک معادله را چکار کنیم؟ امتحان کنیم. برای امتحان کردن معادله، زمانی که ما قیمت مجهول به دست میاریم، فرض کنیم قیمت x، قیمت y و یا هر قیمت بعدی که داشته باشیم، فقط در جای قیمت x یا قیمت y میایم قیمتی که به دست میاریم وضع میکنیم. معادله چه کار میشه؟ معادله امتحان میشه که حلی که ما به دست آوردیم صحیحه یا خیر. خب بحث بعدی ما تشکیل معادله یه. ما معادله چگونه میتوانیم تشکیل بدیم؟ برای تشکیل یک معادله الجبری، اولین کاری که ما میکنیم اینه که مراحلی که در نظر میگیریم درک و فهمیدنه. ما باید معادله درک کرده بتوانیم بفهمیم که معادله یا مفهوم مثال چیه، چی گفته. خب دومین بحث اینه که انتخاب مجهول و نامگذاری. یک مجهول رو انتخاب کنیم، نامگذاری کنیم، قیمت رو چکار کنیم و دست بیاریم و تشکیل یک معادله با دقت به بیان، حل مسئله یا دریافت قیمت مجهول و بالاخره امتحان کردن مسئله که سوالی که ما به دست آوردیم صحیح یا خیر. مثال به این شکل ما داده شده که اگر با دو چند پول رشاد 20 افغانی اضافه گردد، مساوی به پول خوشحال میگردد. با دو چند پول رشاد، خب وقتی میگه دو چند پول رشاد نامعلومه، پس پول همی شخص رو مساوی به x قرار میدیم. اگر با دو چند x یعنی دو چند پول همی شخص چی اضافه شه؟ 20 افغانی اضافه شه، 20 افغانی، مساوی به پول چی میشه؟ مساوی به پول خوشحال میشه. خب پول خوشحال چنده؟ اگر مقدار پول خوشحال 60 افغانی باشه، شما مقدار پول رشاد را به دست بیاریم. این دقیقا معادله میشه، تشکیل معادله. خب معلوم مجهول 2x خود باشه مساوی میشه به 60، 20 در انتقال به این میشه منفی 20، در نتیجه 2x مساوی میشه از 60 که 20 کم کنیم 40، اطراف به ضریب x خود تقسیم میکنیم، در نتیجه x ما مساوی به چند میشه؟ x ما مساوی میشه به 20. پس پول قیمت x ما چند بوده؟ 20 بوده. خب بیایم امتحان کنیم. امتحانی که قیمت x در اصل معادله وضع کنیم، 2x مثبت 20 مساوی میشه به 60، به عوض x چند بگذاریم؟ 20. پس 2 با 20 ضرب میکنیم، 2 با 20 ضرب کنیم میشه 40، مثبت 20 هم داریم مساوی به 60، در نتیجه 40 با 20 جمع کنیم 60، 60 مساوی به 60. پس رابطه که ما به دست آوردیم صحیح بوده. و آخرین مثالی که در بحث معادلات داریم به این شکل آماده کرد. خب اگر با یک عدد، اگر با یک عدد 3 اضافه گردد 15 حاصل می شود، عدد کدام است؟ خب گفته با یک عدد، پس عددی که نامعلومه یک حرف دل بخواه، مثلا سر اسم خوب بگذاریم، خب من میگم x باشه. اگر با همی عدد ما 3 اضافه شه مثلا به 15 میشه، پس با x که ما 3 اضافه کنیم پس جمع کنیم مثلا به 15 میشه. معادله تشکیل شد، بیاییم معادله کار کنیم. x خود باشه مثلا به 15، مثبت انتقال نمیسند میشه منفی 3، x تمام صحیح میشه از 15 که 3 کم کنیم میشه 12، در نتیجه قیمت x ما چند شد؟ 12 شد. اگر امتحان کنیم قیمت x در مثال میگذاریم یا در اصل سوال، حاصل به دست میاد. خلاصه موضوعاتی که در جلسه مورد بحث ما قرار گرفت ارتباط به فصل 8 کتاب، یعنی دقیقا بحث معادلات آماده این بحث کردیم. تا جلسه بعدی و دیدار بعدی که انشالله فصل 9 بحث رابطه و تابع را آغاز میکنیم، شما را به خداوند نازنین میسپارم. خداوند یار و مددگار شما باشد.